شنوندگان و بینندگان عزیز اصر شما به خیر به این بسته خبری از آوای ایران خوش آمدید شما در دقایق آینده شنونده مهمترین رویدادهای خبری ایران طی 24 ساعت گذشته خواهید بود وضعیت انقلابی در چندین شهر ایران حمله مردم به چندین پایگاه بسیج و حوزه علمیه اما قبل از مشروع این اخبار این برنامه رو تقدیم می کنیم به جاویدنام آیلار حقی که اگر جمهوری اسلامی جانب ارزش دستش رو نمی گرفت امروز 24 ساله می شود. ما مبارزین راه آزادی همچنان بر عهدی که با همدیگه بستیم پای بندیم و تا از بین رفتن دیکتاتوری نظام از پای نخواهیم نشست آری ما ملت کبیریم ایران پس میگیریم. امروز 19 شهریور تولد جاوید نامان پویا بختیاری و آیلار حقی یادتان گرامی و راهشان پر رح رو. پارک تهران پارس رضا شاه روحت شاد رضا شاه روحت شاد شاهنشاه روحت شاد 25 شهریور به خیابونه برمیگردیم ما تقاص خونتون ازشون میگیردم. میگیریم میگیریم درود مردم شریف ایران نوید افکاری وضعیت انقلابی در چندین شهر ایران حمله مردم به چندین پایگاه بسیج و حوزه علمیه در حالی که پنج روز بیشتر به سالگرد انقلاب ملی ایرانیان نمانده، خبرها حاکی از جو به شدت انقلابی در اکثر شهرهای ایران است. در همین ارتباط و در شبی که گذشت، ویدیویی از شهر قوم در شبکه های اجتماعی منتشر شد که در آن پارتیزانهای انقلابی با کوکتل مولوتوف ساختمان حوزه نمایندگی ولی فقیه در امور زیارت قوم را مورد هدف قرار می دهند و این ساختمان را به آتش می کشند. به دلیل قوانین پخش ویدیو در یوتیوب امکان به نمایش گذاشتن این ویدیو را نداریم همچنین از شهرستان دهدشت خبر می رسد که یک ماشین گشت پلیس هدف تیراندازی افراد ناشناس قرار می گیرد که در این اتفاق دو کادر نیروی انتظامی به شدت زخمی می شود و در ویدیویی که از این حادثه در شبکه های اجتماعی منتشر شده نشان داده می شود که این دو افسر پلیس در حال انتقال به بیمارستان این شهر

اما این پایان یک شنبه یک کابوس بار نیروهای رژیم نبود و در خبر دیگر از شهرستان قایم شهر مشخص شده جوانان انقلابی این شهر حوزه علمیه این شهر را به آتش کشیدند گویا رژیم از همکنون این موضوع را به خوبی درک کرده که از تاریخ 25 شهریور نظام و نیروهایش وارد جهنمی می شوند که در آن تقاس خونهای به ریخته را خواهند داد در همین ارتباط به تازگی کاربران شبکه های اجتماعی تصاویری از اقدامات جمهوری اسلامی برای جلوگیری از تجمعات اعتراضی منتشر کردند. با نزدیک شدن سالگرد کشته شدن محسا امینی علاوه بر افزایش بازداشت معترضان و بستگان کشته شدگان در اعتراضات زن زندگی آزادی اقداماتی از جمله نصب دوربین های امنیتی دیوارکشی اماکن دولتی و بستن آرامستان ها شدت پیدا کرده است. نصب دوربین در ورودی آرامستان آیچی سقیز و خیابانهای پرتردد سنندج بستن ورودی آرامستان مهاباد دیوارکشی اطراف ساختمان فرمانداری آمل شهرداری سیرجان و ساختمان حفاظت اطلاعات رشت از جمله این اقدامات امنیتی است که در شبکه های اجتماعی منتشر شده است

همچنین انتشار دو ویدیو از متروی تهران نشان دهنده جو شدیدن انقلابی در پایتخت ایران است. در ویدیوی اول در متروی محمدیه شعار مرگ بر خامنه‌ای سر داده می شود و در ویدیوی دوم پیرمردی سال خورده با دعوت از مردم برای خیزش انقلابی آنها را به شکستن سکوت دعوت می کند. ادامه ترس حاکمیت از مردم و سالگرد محسا باعث آبروریزی در سطح بین المللی برای نیروهای نظام شده است. اولین سالگرد جان باختن محسا امینی در بازداشت پلیس گشت ارشاد در حالی فرا رسد که وضعیت سیاسی ایران در ملتهبترین شرایط خود بعد از انقلاب بهمن 57 قرار دارد. تدابیر جمهوری اسلامی برای نمایش صبات شکست خورده و هراین احتمال فوران خشم و انزجار گسترده عمومی وجود دارد که مسیر را برای تغییرات سیاسی بنیادین و گسترده هموار می کند. هیچگاه در چهار دهی گذشته فروپاشی سیاسی جمهوری اسلامی تا این حد امری ممکن و در دسترس در افق سیاسی آینده نبوده است. احیا و گسترش جنبش انقلابی محسا کابوس جمهوری اسلامی است. اگرچه فعلا حاکمیت جمهوری اسلامی یک حکومت مستقر است و علا رقم سقوط گفتمان و کلان باورهای آن و ریزش گسترده در پایگاه اجتماعی وارد پروسه فروپاشی نشده اما دچار ضعف و کاهش اقتدار شده که در کنار بحرانهای مشروعیت کارآمدی اعتماد و همبستگی ارزشی در درون خود ثبات آن را شکننده و ناپایدار کرده است سازمان های اطلاعاتی جمهوری اسلامی بهتر از دیگران متوجه وضعیت آشفته و نابسامان حکومت شدهاند و تحت فرمان نهاد ولایت فقیه زودتر از اپوزیسیون و معترضان به سراغ سالگرد کشته شدن محسا امینی رفته اند. سرکوب، انصداد، بسیج پایگاه اجتماعی هوادار، پروپاگاندا یا تبلیغات سیاسی و جهاد تبعین این های فعالیت های سلبی و ایجابی حکومت برای مرگ کامل جنبش انقلابی زن زندگی آزادی است. از دید آنها سال روز نقطه مهمی است تا با جلوگیری از بروز اعتراضات ولو به صورت پراکنده و محدود مدعی عادی شدن شرایط شوند. حکومت در تلاش برای پاشیدن گرد فراموشی و سپرده شدن جنبش یاد شده به تاریخ و بسته شدن پرونده آن است. این موضوع برای بقای حکومت و دفع تهدیدات داخلی اهمیت کلیدی دارد. اما در نقطه مقابل 25 شهریور 1402 روزی که محسا امینی دختر جوان ایرانی قربانی بیرحمی و خشونت موجود در گشت ارشاد و مداخله واپسگرایانه و آزادی ستیزانه حکومت در زندگی خصوصی شهروندان شد برای مخالفان و مدافعان گذار انقلابی به دموکراسی موعد مهمی است که میتواند به نقطه عطفی در مبارزات انقلابی و مردم تبدیل شود اهمیت این روز ارتباطی به انتظارات حد اکثری نزدیک بینی در سیاست و هیجان سالاری ندارد بلکه اینیت بخشیدن به تداوم مبارزات معطوف به تغییرات انقلابی است اگرچه جنبش انقلابی زن زندگی آزادی فروکش کرده اما به پایان نرسیده و در زیر پوست جامعه علا فضای پلیسی سنگین و فشارهای گسترده نهادهای حاکمیتی به حیات نباتی خود ادامه داده است. شکلگیری دور جدیدی از اعتراضات خیابانی حتی اگر گسترده نباشد اما در شهرهای گوناگون ایران و مناطق مختلف در هر شهر بروز داشته باشد بار دیگر حیات نامشروع جمهوری اسلامی را علنی می سازد و خون جدیدی به شریان مبارزات سیاسی تزریق می کند. بیرون آمدن معترضان علاوه بر تجدید عهد با اهداف و آرمانهای جنبش زن زندگی آزادی حمایت از دادخواهی خانواده های کشته شدگان و تغییر بنیادین وضعیت سیاسی موجود خونساسازی برنامه حکومت در پاشیدن گرد فراموشی بر اعتراضات گسترده و طولانی بعد از جنبش محصا است. در واقع رویارویی امید و یس و مقاومت و حراسفکنی سرنوشت سال روز کشته شدن محسا امینی و وقایع مربوط به آن در عرصه سیاسی را مشخص می کند. سیاست حکومت ایجاد یس از طریق وحشت پراکنی است تا اعتماد به نفس معترضان کاهش پیدا کند و به ای بشود که خود را ناتوان از در شکستن اقتدار حکومت ببینند در رویارویی سیاسی و اجتماعی همیشه عامل روانی در تحلیل آخر تعیین کننده است کنش نیروهای مردمی و عوامل سرکوب تابی از ارزیابی آنها از شرایط است برای هسته سخت قدرت ناامیدی در جامعه برای تغییرات بزرگ سیاسی و شدنی بودن پایان دادن به حیات جمهوری اسلامی مهمتر از زندانی کردن و کشتار معترضان و فعالان سیاسی و مدنی مخالف است از این رو حکومت برای سال روز محسا سرمایه گذاری سنگینی کرده تا به روزی امیدافرین برای تغییرات تبدیل نشود ترس و حراس گسترده حکومت از سقوط و ناتوانی در سرکوب مخالفت ها نقطه تکای جنبش محساست تا با بهره برداری از آن بتواند در هسته سخت قدرت ترک بیندازد و تشویق گری جدایی و یا بیطرفی نیروهای امنیتی و نظامی بشود. معترضان و حامیان و حاملان جنبش انقلابی زن زندگی آزادی نیز برای عبور از تنگناها و بخشیدن جانی دوباره به جنبش نیاز به تقویت امید و انگیزه بخشی برای مقاومت دارند مقاومت با تل و سحر ارعاب خفقان و سرکوب گسترده ی حکومت است اما مقاومت نیز نیاز به امید و شکیبایی دارد تنها سرمایه کنونی جامعه ایران برای مهار ابرچالش‌های متعدد و رهایی از وضعیت سیاه کنونی امید و و جلوگیری از گسترش افسردگی جمعی است اما این امید صرفا با آرزو و توصیه حاصل نمی شود بلکه نیازمند رعایت ملاحظاتی است هدف درست و مدیریت انتظارات از کنشهای های اعتراضی لازمه موفقیت در امیدآفرینی و استمرار آن است اقراق بزرگ نمایی و شتاب زدگی آفات حرکتند و در عمل منجر به یحس و نامیدی می شود. در هر مرحله از جمله کنش های اعتراضی در سال روز محسا باید انتظار مشخص و محدودی داشت و گسترش جنبش به ابر جنبش مهارناپذیر را در مسیری پلکانی و مرحله‌ای دنبال کرد. 25 شهریور بر فرصتی برای سربرآوردن دوباره جنبش، تثبیت و گسترش دستاوردها و نمایش امتداد پویایی آن است. بیش از آن نباید انتظارات و توقعاتی در این مرحله ایجاد کرد. در این مقطع تا اطلاع سانوی، فرسود سازی اقتدار و سرکوب حکومت از طریق مقاومت همه جانبه، امتناع از هرگونه مشارکت در روندها و فرایندهای سیاسی رسمی و تاکید بر ارزشهای سیاسی و زیست انسانی موضوعیت دارد تحقق اهداف جنبش انقلابی زن زندگی آزادی پروسه ای زمان بر است و یک بار حاصل نمی شود. از این روز سال روز ظهور طوفانی جنبش زن زندگی آزادی نقطه دیگر از روی روی حکومت و مردم است و موفقیت در نمایش ادامه ی حیات جنبش علاوه بر خنساسازی اقدامات حکومت نیازمند هوشیاری در کاربست اقدامات مثبت و اجتناب از کارهای اشتباه با توجه به آسیب شناسی فعالیت های گذشته است. از همراهی شما تا پایان این برنامه خبری سپاس گذاریم و دعوت می کنیم ضمن لایک کردن این ویدیو و نوشتن دیدگاهتون تیم خبری ما رو در گسترش آگاهی برای ساختن آینده روشن برای ایران عزیزمون یاری کنید و همچنان پیگیر بخش های بعدی خبر از کانال ما باشید. روز خوش و خود نگهدار.